سلام، بله داریم. داریم والیوم کم میکنم، بهتر شد یا بدتر شد؟ حرف بزنین یکیتون. الان خوبه، الان چی؟ الان هم خوبه، الان الان خوبه، الان الان یکم ضعیف شد. شد الان خوبه. بسیار خب. سوال داریم بکنین، یکی دو دقیقه صبر بکنیم برای اون یکی ها ببینیم میان یا نه. موج گرانشی رو باید شروع بکنیم نه؟ موج گرانشی رو باید شروع بکنیم، درسته؟ بله استاد. بله. در آغاز کتاب در سیاهه نارسایی های گرانش نیوتونی گفته شد که گرانش نیوتونی یک نظریه ایستاست. تغییرات زمانی در آن پیش بینی نشده است. تا به تعبیری چنین القا می شود تغییرات در میدان گرانش نیوتونی با سرعت بی‌نهایت نشت می شود. این تعبیر با منطق نسبیت خاص و عام بالاترین سرعت را سرعت نور می داند سازگار نیست. نسبیت عام دست کم از نظر تئوری پیش بینی می کند. البته الان مشاهده شده است این دست کم نیست دیگه. من این کتاب اگه بخوام بنویسم دست کم باید بردارم. پیش بینی می کند سرعت انتشار تغییرات گرانش انشتنی همانند موج الکترومغناطیسی سرعت نور است. ولی پیش از پرداختن به بررسی ریاضی مسئله دو نکته یادآوری می شود. یک، از نقطه نظر منطق ریاضی موج گرانشی تنها برای گرانش ضعیف و در تقریب خط دلخشین. بله معذرت می خواهم، یه ذره میکروفون رو بی‌زحمت نزدیکتر میارین؟ صدای کم میاد؟ صداتون ضعیف هستش. یه من رو حد اکثر گذاشتم، یه داری سخت دارم میشنوم صداتون رو. الان بهتر شد؟ یه مدار حالا ادامه بدیم، حالا احتمالا بهتر بشه. ممنون. بله بله، از نقطه نظر منطق ریاضی موج گرانشی تنها برای گرانش ضعیف و در تقریب خطی فرمول بندی شده است. معنای این حرف اینه که ما آمدیم جی میو نیو رو گفتیم برابر است با اتا میو نیو متریک منکاوسکی به علاوه یه چیز کوچک ایج میو نیو. منظور از تقریب خطی اینه. برای گرانش های قوی و بسیار قوی که غیر خطی بودن آنها چشم پوشیدنی نیست، صورت بندی ریاضی تمیزی وجود ندارد.
نکته دوم، آشکارسازی موج گرانش ضعیف هم گو اینکه با منطق نسبیت عام چاره جز پذیرش آن نیست، تا به امروز جوان 2017 تنها 2 یا 3 بار در پروژه لایگو به همکاری مشترک MIT و کلتک گزارش شده. برای اینکه قبول همگانی پیدا بکند باید منتظر تکرار بیشتر آن بود و در زیر فصل فلان به شکل 18 نگاه بکنید. البته از 2017 تا به امروز 5 سال گذشته و الان کم و بیش مطمئن تریم که موج گرانشی اونطوری که فرمولای ریاضی پیش بینی میکنن درسته و قابل قبول، قابل اطمینانه. گرانش نیوتونی یک نظریه خطی است. خطی به این معنا که میدان گرانش مجموعی از چند جرم در یک نقطه از فضا برابر با مجموع میدانهای هر کدام از اونهاست. مثال بیارم. گرانش روی ماه، دوربرمون نگاه بکنیم ببینیم که دوربر ماه چی هست. زمین هست، بعد مریخ هست، زحل هست و بزرگتر از اینها خورشید هست. بنابراین روی ماه گرانشی که وارد میشه گرانش زمین به علاوه گرانش خورشید به علاوه زهره و مریخ و فلان اینا. خود زمین گرانش روی زمین عبارت است از قسمت عمدش گرانش خورشید و گرانش ماه. بالاخره ماه هم زمین رو جذب میکنه و اتفاقا گرانش ماه در روی زمین با سبب عامل اولیه جذب مدهای دریاست. در هر حال گرانش نیوتونی خطی است به این معنا که میدان گرانش مجموعه از چند جرم در یک نقطه از فضا برابر با مجموع میدانهای هر کدام از این است. گرانش انیشتنی چنین نیست. گرانش انیشتنی در خمیدگی فضا زمان غنود است. در حضور چند جرم خمیدگی کل، مجموع خمیدگی هایی که هر کدام از آنها به تنهایی می توانند به وجود بیاورند نیست. مثالی از دیدنی های روزانه می تواند آموزنده باشد. اگر روی یک پرده کشتان الاستیک و کشیده شده یک گلوله گذاشته شود، پرده خمیدگی پیدا می کند. گلوله های بیشتر خمیدگی را بیشتر می کنند، ولی نه متناسب با تعداد گلوله ها و بزرگی و کوچکی جرم اونها. خطی نبودن گرانش انیشتنی را به سخن دیگر هم میتوان گفت. سبب خمیدگی فضا زمان انرژی تکانه ماده موجود در فضا زمان است، ولی میدان گرانشی خود انرژی تکانه دارد، بنابراین خود در وجود آوردن خود شریک است. دفعه پیش یه مطلبی هم که بررسی کردیم عبارت از این بود که خود میدان گرانش هم انرژی داره و هم تکانه داره. بنابراین اگر خمیدگی به خاطر انرژی و تکانه، نیوتن فرمول انیشتنیاتون هست دیگه، جی میو نیو متناسب بود با تی میو نیو، تانسور انیشتن متناسب با تانسور انرژی مومنتوم. حالا بخشی از این انرژی مومنتوم میتونه مال همون فضا باشه و این غیر خطی میکنه معادله انیشتن رو. ولی هنوز با همه این پیچیدگی ها و ناشناختگی ها هنوز میتوان پذیرفت در فاصله های دور از جرم های گراننده
گرانش ضعیف باشد و مجموع چند ضعیف هنوز ضعیف و به تقریب خطی بماند. در گرانش ضعیف متریک فضا زمان را میتوان متریک مینکاوسکی به علاوه یک چیز کوچک دانست، به علاوه یک آشفتگی کوچک دانست. به این ترتیب شیمی رو بگیریم اتا مینو علاوه اج مینو، که اج مینو تانسوره ولی تمام اجزایش از نسبت به یک کوچکه. یکی از کجا آوردم؟ اجزای اتامیونیویه. اتامیونیو تمام جملاتش قدر مطلقش از یک کوچکه، یکه، ببخشید. اجمیونیو از اتامیونیو کوچک. برابر معادله 5 4 10 و 6 11 هم وستارها و تانسورزیچی برای این متریک شپ مینکاوسکی تا تقریب اول جیمینو عبارت خواهند بود از این مقدار. یکی از مسائلی که دفعه دیگه حل بکنید، با این متریک هم وستارها رو حساب بکنید و میدید میشن. حالا و آر میونو برابر با این میشه و این رو اگر خوب دقت بکنید آرمینو شده یک دوم دی لامدا دی لامدا. این تقریبا دالمبریانه، تقریبا که نه، تحقیقا دالمبریان در فضای مینکاوسکیه و اگر بستگی به زمان نداشته باشه دالمبریان تبدیل میشه به لاپلاسیان. این الان میگه که آرمینیو مساوی یک دوم لاپلاسیان اجمینیو. خیلی ساده. بعلاوه این جملات، این جملات یه خورده پیچیده میکنه و یه کاری باید بکنیم. دوباره یادآور میشویم در تقریب گرانش ضعیف بالا به پایین بردن زیر و زبر نگاشتا به کمک متریک مینکاوسکی انجام میگیره. یعنی شما اگر بخواید این نیو رو ببریم بالا به اتا باید ضرب بکنید، به متریک مینکاوسکی باید ضرب بکنید، یا اگر این لامدا رو بخواییم بیاریم پایین باید به اتا لامدا سیگما مثلا ضرب بکنید این رو که بیاد پایین. در بخش 18.8.1 گفته شد در گزیدن مختصات آزادی عمل هست. شما همیشه در انتخاب مختصات که X, Y, Z رو در چه امتدادی بگذارین و در کجای فضا بگذارین آزادی عمل دارین. در همیشه داشتین در مسائلی که تا به حال دارید شما میتونید محور ایکس و وای زد تون رو در هر امتداد دلتون خواست دراز بکنید. اینجا هم همینطور در انتخاب مختصات برای نوشتن این فرمول ها آزادی عمل دارید. این آزادی عمل همیشه اگر استفاده بکنیم کمک میکنه به حل مسئله. شما مثلا در یه جایی که یه مسئله با تقارن کروی دارین هیچ وقت نمیرین مختصات X, Y, Z انتخاب بکنید. ترجیحتون اینه که برین مختصات آرتتافی انتخاب بکنید که راحت تر میکنه مسئله رو. یا مثلا وقتی که یه استوانه باردار الکتریکی دارید میخواین دور برش میدان الکتریک رو بررسی بکنین نمیرین مختصات کارتزیان یا کروی انتخاب بکنین، مختصات استوانه ای انتخاب میکنین، کار رو راحت تر میکنه. در اینجا هم در انتخاب XYZ مون آزادی عمل داریم
استفاده بکنیم و مسئلهمون رو ساده بکنیم. شما میتونید مختصاتتون رو طوری حساب بکنید، ببینید این لامدا است، اما لامدا میو نیو، نیو رو ببریم بالا، روی میو بالا، نیو بالا و میو پایین بتنجید، لامدا رو هم بیارین پایین به این ترتیب. یا بهتر بگم این نیو پایین رو بگذارین لامدا، به تنجین این میشه گاما میو با اندیس پایین و این گاما میو. این گاما میو رو الان اگر به این فرمول خوب دقت بکنید، ببینید من لامدا رو، لامدا کجاست، لامدا رو بیارم، نیو رو بگذارم لامدا، نیو رو اگر لامدا بگذارم چی میشه؟ اینجا نیو رو لامدا بگذارم این میشه ایج با اندیس بالا رو، و با اندیس پایین رو میشه دیورژانس، و این میشه دیورژانس ایج که تریس چیزیشه. اینا رو با حوصله بشینید بخونید. گاما میو برابر است با این مقدار، ببینید این تریسه نسبت بهش ایج میگیرید. ببینم یه غلط یه اشتباهی هم در اینجا میبینم، باید یه نیو بالاش داشته باشه، یه کاپا بالاش داشته باشه، تریس باشه. این رو یادداشت بکنم برای خودم درست بکنم، باید دی ایج کاپا بالا کاپا پایین بعد به دی اکس میو باشه. درسته اینجا یه غلط چاپی هست. این اگر اینو انتخاب بکنیم خیلی کمک میکنه بهمون. اون وقت با گزیدن این مختصات رو میگن هارمونیک، و الان دلیلش رو میفهمیم که چیه. دو جمله آخر در معادله 6 7 0 میشود در معادله 8 67 8 60 این جمله 0 میشه، اینم 0 میشه اگر این مختصات رو انتخاب بکنید، برای اینکه این جمله همین جمله است که در اینجا میبینید و همینطور این. اگر مختصات هارمونیک انتخاب بکنید این جمله و این جمله صفر میشه، فقط میمونه یک. این ببخشید این هارمونیک بودن رو یه بار میفرمایید یعنی چی اینجا؟ برای اینکه یه جایی لاپلاسیان ایج مینو رو پیدا میکنید و این چیزی که هر وقت با مثلا در کواندوم مکانیک اینا با آسیلیتور سر کار دارین، این لاپلاسیان سر کارش سر کلش پیدا میشه. مخاطر این الان دالامبریانه، این دالامبریان ایج مینوی، گفتم این دالامبریان ایج مینوی و به این خاطر اسمش گذاشته شده مختصات هارمونیک. فرمودید که ما اگر بیایم عنصر زمان رو از دالامبریان حذف کنیم، دالامبریان ما تبدیل به لاپلاسیان میشه دیگه. لاپلاسیان میشه بله. یعنی الان ما تو بفرمایید خود دالامبریان مشتقات درجه دو هستن نسبت به زمان و مکان، به این خاطر این هارمونیک گفته شد، مختصات هارمونیک گفته شد، دلیلش اینه. در هر حال در مختصات هارمونیک، مختصات هارمونیک
اینه که گاما میو صفر باشه. گاما میو اگر صفر شد از این آر میو نو فقط جمله اول میمونه، جملات دوم از بین میرن، برای که این همین پرانتز است، این از بین میرن و میمونه جمله اول. و این باید برابر باشه با منهای 16 اس جی اس میونیو. اس میونیو هم یادتون از طرف راست معادله انیشتین بود که نوشته بودیم، اگر بر اساس آر میونیو می نوشتیم برابر میشه با این. حالا باید ببینیم که برای حل این معادله، غرض از این معادله پیدا کردن اچ میونیویه. اچ میونیو چی میشه؟ این یه دالمبریان اچ میونیو مساویه اس میونیو. اس میونیو هم اینه، ماده و تکان است، انرژی و تکان است. حالا ببینیم این رو چگونه بررسی بکنیم. در ضمن این ماده اثر جای خودش باید تکون بخوره تا اینکه یه چیزی در این ور داشته باشین اچ میونیو که نسبت به زمان تغییر بکنه و در فضا منتشر بشه و به شما برسه و دیتکتش بکنین، اسمشو بگذارین موج گرانشی. بنابراین طرف راست معادله رو الان سعی بکنیم بررسی بکنیم. معادله 898 معادله موج در فضا زمان تخت منکاوسکی است. الان فضامون اکراند فضا تخته، یه پرتربیشنی در روی این فضای تخت رو الان داریم میبینیم و نشان میدهد که آشفتگی های متریک منکاوسکی یعنی همون گرانش ضعیف با سرعت نور منتشر میشن. سرعت نور رو در اینجا میبینید. این ماده موج دیگه، شما الکترومغناطیس موج می نوشتین، این رو وکتور پتانسیل می نوشتین، حالا عوض وکتور پتانسیل اچ میونیو آمده جاشی گرفت. ماده موجه، با سرعت نور هم منتشر میشه. فقط این طرف، این طرفش رو باید ببینیم چیه. فعلا هم لازم نیست بهش بپردازیم. اگر من این اونجایی که ماده وجود داره، مثلا اگر برای موج الکترومغناطیس می نوشتین، یه جایی آنتن بود که در طول اون آنتن جریان الکتریک بالا پایین می رفت، ولی اگر بیرون از آنتن قرار بگیرین دیگه که این جریان نیست و فقط معادله موج مساوی با صفره. بنابراین اینم فعلا شاید کنار بگذارم، بگم که در اونجایی که اسم میونو نیست یه ماده موج مساوی با صفر و ببینیم چی به دست میاریم. یه سوال بپرسم؟ بله. اوایل این فصل ما یه چیزی داشتیم، اگر حالا ذهن داشته باشم، یعنی اوایل همین فصل جدیدی که شروع کردیم، همین فصل موج گرانشی، که این مثالی که الان شما چند دقیقه پیش زدین اوایل کلاس، که ما اگر یک چه می‌دونم پارچه الاستیکی رو داشته باشیم که یک گویی رو بذاریم اون وسط اون پارچه، اون میاد یه ذره اون محیط خودش رو، محدوده خودش رو حالت خمیده میکنه، ولی وقتی که ازش فاصله میگیریم حالت تخت میشه. من اگر بخوام یه تصور، حالا مثلا یه احساسی بخوام داشته باشم از فضای تخت و فضای خمیده، میتونم بگم که خب مثلا ما وقتی که از اون گوی، از اون محدوده اون گوی فاصله میگیریم، فضامون میشه تخت، پس معادلاتمون میشه مینکوفسکی، به خاطر اینکه دیگه گرانش ما ضعیفه و محیط ما هم اونجا تخته. میتونیم همچین تصور ذهنی داشته باشیم؟ دیگه همین رو، دقیقا همین رو داریم میگیم. در دور از این سورس، دور از این اسمیونیو که دیدین طرف راست معادله، فضا عملا تخته، منتها یه پریشیدگی در اون فضا منتشر میشه
که همین H می نیوه که اون رو اسمشو میذاریم موج. خب این معادله رو اگه بخواین حل بکنید چیز روشنیه. اس مینو در نو یه ریتاردد اس مینو پیدا بکنید. ریتاردد به این معنا اس مینو رو در اکس پرایم و در زمان تی منهای اکس منهای اکس پرایم تقسیم بر سی، اکس منهای اکس پرایم تقسیم بر سی، این زمانیه که اختشاشات لازم دارن تا اینکه از نقطه x پرایم به x برسن. ببینید سورس در x پرایم واقع شده. شما میخواییم موج رو در نقطه x پیدا بکنید. اختشاشات در نقطه x پرایمه. شما موج رو در زمان t میخواییم. بنابراین سورس در زمان تی نباید برین سراغش، بلکه مجال بدین هر اختشاشی که هست قبل از زمان اینکه تی برسه از بتونه از رایم برسه به اکس و شما بتونین در این ور ببینید. اختشاشاتی که در سورس هست در زمانی پیشتر از تی اتفاق میفتن. شما میخواین این اختشاش رو در زمان تی ببینید. اختشاشی که در اکس پرایم افتاده قبل از زمان تی باید باشه مجال پیدا بکنه به نقطه اکس برسه و اون زمان عبارت است از اکس منهای اکس پرایم تقسیم بر سی. اینجا هم یه تقسیم بر سی از بین رفته. بعدم تقسیم بر اکس منهای اکس پرایم این جواب معادله هرچی که شما الکترومغناطیس هم میدین. منتها اونجا جی رو می نوشتین به جای اس، اینجا اس مینو رو می نویسیم. یاد داشته باشیم به خاطر ماندگاری انرژی تکانه چار دیورژانس انرژی تکانه در گرانش ضعیف دیورژانس معمولی نه همورداست. اینم منظور این بود که شما در اینجا چهار دیورژانس میگیرین دیگه. این چهار دیورژانس در فضای خمیده خودش گاما ها رو رسم داشت، ولی الان که در دور دستا داریم کار میکنیم و فضای زمینه تقریبا مینکاوسکیه لازم نیست مشتق هموردا سراغش بریم، مشتق معمولی بگیریم و این مشتق معمولیه. حرفم اون رو داره. خب چهار دیورژانس تی مینو صفره و برابر چهار دیورژانس میگیریم برابر با این خواهد شد. یه همینه دیگه. ببینید با یاری این معادله میتونم باسان نشون داد جواب دیر کرده یه معادله اشتفتاده دیر کرده به این خاطر ریتاردد پتانسیل. این باید شما تی رو ما اینجا موج رو در تی میخواییم، ولی قبل از اون سراغ سورس برین و زمانی که در زمانی که اون اختلالات اجازه داشته باشه در فاصله اکس من اکس پرایم رو به پیماد و به نقطه تی برسه، به زمان تی برسه. بسیار حالا اینم داشته باشیم، فعلا مسئله رو برای خودمون ساده بکنیم. بگیم که از خیلی دور دستا به اتفاقاتی که داره میفته یک کهکشان بسیار دوری در نظر بگیرین که اختلالاتی درش به وجود آمده و موج گرانشی میاد به سمت شما، شما هم در فاصله دور قرار گرفتین، عملا این موج رو موج تخت خواهید دید. اما اینکه
در مورد الکترومغناطیس همین اتفاق میفته، باش آشنا هستیم. شما یه آنتن در یه شهری میذارین، در تهران مثلا میذارین، آواز تلویزیونی، آواز رادیویتون رو در زنجان بررسی میکنید، موجی که از تهران زنجان میرسه اولا موج تخت. در مورد موج گرانشی هم میتونیم فرض بکنیم که یه ستاره یک کهکشان دوردست اتفاقات میفته، یا حتی یک ستاره، یه جفت ستاره دوردست موج گرانشی تشعشع میکنه، تا بیاد به شما برسه یه موج تخت. پس بهتر موج تخت رو بررسی بکنیم. خب موج تخت جوابش رو بلدیم. دیج مینو باید یه دامنه داشته باشه، اسمش گذاشتم ای میو نیو، ضرب در اکسپوننشیل آی کی لامدا اکس لامدا. این کی لامدا بردار، چار بردار انتشاره، چیزی که در مورد موج الکترومغناطیس هم می‌نویسیم. برای اینکه حقیقی باشه کامپلکس کانجوگیتش هم بهش اضافه بکنید تا کمیت حقیقی به دست بیارید. اون وقت دالمبر یعنی این باید صفر باشه. دالمبر این دالمبر یعنی نسبت به این اکسا مشتق بگیرید. دوبار این یه تانسور ثابته، لامدا بردار ثابت، نسبت به اکس لامدا مشتق بگیرین به دست میارین کی لامدا مساوی، این توی این فرمول هم یه اشتباه هست، اومیگا دو تقسیم بر سی دو منهای کی دو مساوی با صفر میشه. و دیورجانس اینم باید صفر باشه. دیورجانس اگر بگیرین ازش، اون وقت این رو به دست میارین که نیو ضرب در ای میو نیو منهای یک دوم که میره ای نیو نیو مساوی با صفر باشه. چهار تانسور قطبش ای میو نیو قرین است، ده درایه داره، ولی جواب معادله 874 یگانه نیست. مختصات هارمونیک 874 چهار شرط خطی روی اونها میگذارد. شما الان اجمنو رو به دست آوردین دیگه، با این اون گامای بزرگ با اندیس نور رو حساب بکنید و برابر با صفر بگذارید. چهار تا شرط میگذاری روی اجمه نیو. اون وقت این چهار تا شرط ده تا مؤلفه اجمه نیو رو که داریم میگیم صحبت میکنیم، ده تا مؤلفه اجمه نیو رو که میگیم تبدیل میکنه به شش تا. دوباره بخونم، چهار تانسور قطبش قرینه است، ده درایه داره، ولی جواب معادله 748 یگانه نیست. یعنی بر ده تا جواب نمیتونیم به دست بیاریم. مختصات هارمونیک 874 چهار شرط روی اونها میگذارد و شمار درایه های مستقل رو به 6 تبدیل میکنه. بله بله، تو اون عبارت 872 اون انتها اون سیداد، سیداد چیه قضیهش؟ سیداد بالا سیداد. این اینو میگین هشت اون بله 872 استاد، 872 کامپلکس کانجوگیت جان. نه نه نه، عبارت بله 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 کامپلکس کانجوگیت، یعنی کانجوگیت دیگه مزدوج
نه 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 اون سیداد سیداد رو عرض میکنم. کامپلکس کانجوگیت یعنی مزدوج موهومی. مزدوج مختلط. بله 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 همون. بله آها اون مخفف کامپلکس کانجیوکیت. من فکر کردم سرعت نور هستش. بله بله بسیار. پس بنابراین الان با این استدلالمون ایمینوی باید 6 تا مؤلفه داشته باشه و 4 شرط مختصات هارمونی که الان 4 شرط خطی روی اونها میگذارند و شما درایه های مستقل را به 6 کاهش میدهد. هنوز در گزینش پیمان آزادیم. اگر ای میو نیو در شرط هارمونیک صدق کند و ای لامده 1/4 بردار باشد، 4 بردار با 4 درایه دلخواه باشد، 4 تانسور زیر نیز در آن صدق میکند. یه ببینید این تیکه رو حالا برمیگردید کتاب رو بخونید، مقایسه بکنید با وکتور پتانسیل و موج الکترومغناطیس در خلا، موج تخت الکترومغناطیس در خلا که اونجا میگفتیم که یه وکتور پتانسیل داریم. این وکتور پتانسیل رو به 2 جور میتونیم انتخاب بکنید و روش گیج کاندیشن وجود داره، تبدیلات پیمانه وجود داره. اینجا هم روی این ایمیونیو که دامنه موجه هم شما میتونین این گیج کاندیشن ها رو بگذارین. این هم تبدیل های پیمانه ای هستن. نوبت اینجا اینه، یه بردار اپسیلون میو انتخاب بکنید. اپسیلون لامدا 1/4 بردار با 4 درایه دلخواه باشد. 4 تانسور زیر نیز در آن صدق میکند. یعنی به این ایمیونیو بیاین اپسیلون میو کی میو اپسیلون میو کی میو رو اضافه بکنید، 4 دیورژانس این صفر بود، 4 دیورژانس این هم صفر. پس بنابراین با این 4 تا اپسیلون میو توری انتخاب میکنیم و یه ای پرایم میو ازش میسازیم با اون چیزی که قبلی داریم به دلخواه خودمون که فقط 2 مؤلفه دلخواه باشه درش و این تعداد 10 تا رو که در اینجا گفتیم ایمینو 10 مقدار داره. ببینید اینجا گفتیم ایمینو 10 مقدار داره. این مختصات هارمونیک 4 تا از اینا رو حذف میکنه میمونه 6 تا. 6 تای دیگر رو 4 تای دیگرش رو میتونین حذف بکنین با یک گیج ترانسفورمیشن. این گیج ترانسفورمیشنه. یه بردار اپسیلون لامدا انتخاب بکنید به دلخواه و به ای میونیو اینا رو اضافه بکنید به طوری انتخاب بکنید که از این اپسیلون میونیو فقط 2 درایش بمونه. این نظیر پولاریزیشن در الکترومغناطیسه. ما آخر سر موج الکترومغناطیس رو با 2 تا پولاریزیشن خطی یا دایروی یا بیضوی میتونین بنویسین. اینجا هم موج گرانشی رو با این ترتیبی که برای ایمیونیو داریم صحبت میکنیم
با دو تا پولاریزیشن خواهیم نوشت و اینا قطبش، کلمه قطبش رو دارم استفاده میکنم در اینجا. خلاصه با انتخاب اپسیلون لامدا میتوان چهار درایه را طوری گزید که از شش مؤلفه باقی مانده تانسور قطبش چهار تای دیگر نیز صفر شود. به این ترتیب شمار قطبش های معنادار موج گرانشی تخت 10^4 منهای 4 مساوی با 2 کاهش می‌یابد. چهارتای اول شرط هارمونیک بودن مختصات بود، چهارتای دوم انتخاب پیمانه اپسیلون لامدا بود که تبدیل میکنه به دو تا مؤلف. حالا فرض کنیم موج در امتداد محور زد ها منتشر میشه و به ما میرسه. معناش اینه که کی یک مساوی با کی دو مساوی با صفر باشه، کی سه مساوی با کی باشه، کی سه مساوی با کی صفر باشه و این کی صفر هم خودش سی اومگا است. این درسته یا اومگا بر سی باید بنویسم اینجا؟ این هم اشتباهه، اومگا بر سی باید باشه. این که دیمانسیون یک بر طول داره، اومگا یک بر دیه، تقسیم بر سی بکنید یک بر تی و یک بر تی ها میرن و یک بر طول میمونه. این هم یه اشتباه خطیه. من این کتاب رو تجدید نظر کردم و برای روز سه‌شنبه تصحیح شده شو میدم خانم بازرگان بگذاره روی سایت و شما کتاباتون رو عوض بکنید با این چیز جدیدی که دارم میگم. خلاصه کلام، موج گرانشی که با این ترتیب به دست آوردیم دو تا قطبش بیشتر نداره. دو قطبش مستقل از هم را میتوان چنین نوشت. ایمیونیو، این ایمیونیو، این ماتریس با این انتخابا قطع از ایمیونیو دو تاش مستقله. یکیش رو تمام درایه های این تانسور رو صرف بگذارین به جز این کجا میشه یک یک دو دو، این درایه یک یک ببینید صفر 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 یک صفر دو صفر سه یک صفر 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 یک صفر یک صفر یک یک دو یک سه یک دو صفر دو یک دو دو. حالا ای یک یک با منهای ای یک یک بگذارن چون دیورژانس این باید صفر باشه. ای یکی یکی هم اینطوری انتخاب بکنید یک صفر یک 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 دو. اینجا یک دو یک دو صفر دو یک، ولی دو یک و یک دو قدین است، اینی که دو یک نوشته نشده دو. بنابراین دو تا پولاریزیشن داره موج گرانشی خطی. قطبش های معادله 75-8 8-75 را قطبش خطی خواهیم نامید. از ترکیب خطی مختلط آنها میتوان قطبش های دایروی به دست آورد، اپسیلون بلاوه یا منهای یک، ای بلاوه یا منهای یک. به این ترتیب میتونید به این ترتیب اینا رو جمع بکنید، نظیر قطبش های دایرویه که در الکترومغناطیس هم میبینید. با قطبش خطی دایروی و بیضوی موج الکترومغناطیس آشنا هستیم.
همچنین می دانیم از جمع خطی بردارهای قطبش قطبش دیگری به دست می آید. هر قطبش الکترومغناطیسی را می توان به قطبش خطی یا دایروی تجزیه کرد. در موج گرانشی نیز بر همنهی خطی حقیقی و مختلف تانسورهای قطبش رواست. خب سوال دارین بپرسین؟ الان توی معادله 875 اون بالا صدا میاد استاد؟ صدای من؟ بله بله همینجا 875. الان ما باز اینجا عنصر زمان داریم دیگه، چون الان ببینید ما ماتریسمون یه درایه صفرم داشت. گوش کن، عنصر زمان در ای به توان آی کی لامدا گذاشتیم کنار. ببینید اجم نور رو گرفتیم اکسپوننشیل آی کپا لام آی کی لامدا اکس لامدا، ای صفر همون اومگا تقسیم بر سیه. این عبارت است از اومگا تی. اکس صفرمون سی تیه و کی صفرمون اومگا تقسیم بر سی و این اومگا تیه. بنابراین بستگی زمانی اجمینو در اینجاست. این ایمینو ثابته، پولاریزیشنه، عنصر پولاریزیشنه. این تانسور پولاریزیشن هم با این حرفایی که زدیم یا میتونید اینطوری انتخاب کنید یا اینطوری انتخاب بکنید که دو تا پولاریزیشن هم اینا رو بگیم پولاریزیشن های خطی. اصطلاح آریه میکنیم از الکترومغناطیس. اون وقت یا اینکه نه، یه ترکیب کامپلکسی از این ای1 و ای2 بگیرین و بگیم پولاریزیشن های دایروی به این ترتیب. بعد یه سوال الان همین معادله 876 که ما اومدیم بحث مختلط بودن رو واردش کردیم، این میتونه حالت عمومیت داشته باشه نسبت به اون دوتا قطبش بالا؟ نه، ببینید این رو از ترکیب خطی اونا به دست آوردیم، اونا رو میتونین از ترکیب خطی این به دست بیارید. شما میتونین بنویسین اپسیلون یکی که داشتین در اونجا، ببینید این ای یکی رو داشتین، میتونین بنویسین ترکیبی از ای به علاوه و ای منها. ای به علاوهش هست ای یک علاوه آی ای دو، ای منهاش هست ای یک منهای آی ای دو. حالا ای یک رو میخواین، ای یک خیلی راحت خواهد شد، ای به علاوه بلاوه ای منها تقسیم بر دو، به همین سادگی. ای دو رو بخواین، ای بلاوه منهای ای منها تقسیم بر دو آی، میتونید ای دو رو حساب بکنید از نجا بر حسب اینا. دیگران غیر از آقای کبیری حرفی نداره، سوالی نداره بکنه، زبون در بیارید. زبون من مو در آورد تا اینکه شما رو به حرف بکشم و موافقم نمیشم. خب نه استاد، سوالی نداریم. بله خب، شما اگر در الکترومغناطیس دستگاه مختصاتون، الکترومغناطیس مالات مکسول در نظر بگیرین،
یا معادله موجش رو در نظر بگیرین، بردار الکتریک دارین، مغناطیس دارین، نمیدونم جی دارین، رو دارین، یا وکتور پوتنشل دارین، اسکیل پوتنشل دارین. اگر دستگاه مختصاتون رو 180 درجه به چرخونید، معادلات مکسویل اینوریانت هم برمیگردن به حالت خودش. این حرف رو میفهمین یا نه؟ این حرف رو فهمیدین یا نه؟ بله استاد، بله. نه، یعنی هر معادله برداری رو در هر دستگاه مختصاتی که می‌نویسین، دستگاه مختصاتتون رو 2π بچرخونین، یه دور بچرخونین، برمیگردین به حالت خودش. سپین یادتون هست یه جایی، اگر سپین رو مثلا ای زد و ای اکس، سپین اکس و سپین وای، سپین زد رو باید 2 دور بچرخونیم برگرده به خودش. این چیزی یادتون هست از کوانتوم مکانیک؟ بله بله استاد. آره. یه سوال فقط. بله، اسپین الکترون رو اگر 2 دور بچرخونین برمیگرده، وقتی با اسپین الکترون سر و کار دارید، مختصاتون رو 2 دور بچرخونین برمیگرده به خودش. الکترومغناطیس 1 دور بچرخونین برمیگرده به خودش. حالا اینجا بحث بعدیم اینه، شما اگر دستگاه مختصاتون رو 1/2 دور بچرخونید، این معادلاتی که برای موج موج گرانشی نوشتیم برمیگرده به خودش، شما تغییری درش نمیبینید. یعنی این کمیت هایی که سراغ داریم، سپینور، اردار، موج گرانشی، یه تفاوت های ماهویی با هم دارن و این در مورد چرخوندنشونه. سپین رو 2 دور باید بچرخونیم برگرده به حالت خودش. بردار رو 1 دور بچرخونیم برگرده به حالت خودش. موج الکترومغناطیس 1/2 دور بچرخونیم برمیگرده به حالت خودش. برای اینکه موج الکترومغناطیس تانسور مرتبه 2ه. توی اون ایمیو دامنش میبینین دیگه. تانسور مرتبه 2ه. بردار تانسور مرتبه 1 و اسپینور یه تانسور مرتبه، به نظر میرسه که نیم بگیم بهتره، مرتبه نیمه، گویا که این اصطلاح رو به کار نمیبریم. حالا باید انتظار داشته باشید اگر یه جایی با تانسور مرتبه، یه میدانی داریم که با تانسور مرتبه 3 نموده میشه، وقت در اونجا اگر دستگاه مختصاتون رو 2π تقسیم بر n که n مرتبه تانسور باشه به چرخونین و برگرده کمیت ها به خودش. نمیگم در مورد موج الکترومغناطیس که تانسور مرتبه یه دو هست، شما نمیتونیم تانسور مرتبه 3 درست بکنید. ذاتاً خود میدان تانسور مرتبه 3 باشه، یا 2 باشه، یا 1 باشه، یا نیم باشه. وقت اینا تحت دوران مختصات یه خواص قشنگی دارن که اینو میخوام بررسی بکنیم. رفتار موج گرانشی هر چرخش دستگاه مختصات جزء تقارن های مسئله هستن. اینا در معادله 872 872 دام بود.
این تانسور مرتبه دوه. این هم تانسور مرتبه دوه. حالا میخوام این رو بچرخونم، یعنی یک اپراتور دوران تعریف بکنم و این تانسور رو بچرخونم و بعد ببینم که چی ازش به دست میارم. بنابراین دستگاه مختصات رو میخوام به اندازه تتا بچرخونم، پلی محوری، و بعد ببینم که این چطور تغییر میکنه. بریم این کار بکنیم. در ماده 72 محور زد همسو با بردار انتشار کی گزیده شده است. یادتون هست که گفتیم کی در امتداد زد ها باشه. در گزینش محورهای ایکس و وای در صفحه عمود بر بردار انتشار عادت هستیم. زدمون در امتداد بردار انتشار، ایکس وای در صفحه عمود برش. توی این صفحه عمود برش میتونیم محور ایکس و وای رو هر طور دلمون خواست انتخاب بکنیم دیگه. میتوانیم ایکس وای رو به اندازه تتا در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانیم، البته خلاف عقربه‌های ساعت هم میتونیم بچرخونیم، و چگونگی چرخش مؤلفه‌های قطبش رو بررسی بکنیم. این رو روتیشن پسیو غیر فعال بگیم. شما میتونین این پسیو و اکتیو روتیشن، دوران فعال و دوران غیر فعال، شما میتونین دو اتاق بشینین، اینکه محور اکس در امتداد عرض اتاق باشه و وای در امتداد طول اتاق، و بعد یا نه همون جایی که نشستین اتاق رو بچرخونید، به طوری که شما که بیرون پنجره به یه چیزی رو درشت میکردین اتاق رو چرخوندین، جای اون درختی که بیرون اتاق میبینین اون ثابت باشه ولی اتاق چرخیده. حالا اگر مختصات خودتون رو بخواییم بنویسین، باید در این مختصات جدید از قدیم بیاین یه تانسور روتیشن بنویسین و مختصات جدیدتون رو پیدا بکنید. یا اینکه نه، به اتاق دست نزنین، صندلی چرخدار فرض کنین دارین، خودتون اگر در جهت عقربه‌های ساعت چرخونده بودین اتاق رو، این دفعه خودتون در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخونید و خودتون بچرخید. این رو به دستگاه مختصات دست نزنید. فرق نمیکنه در مختصات جدید که پیدا کردین نسبت به محور ایکس وای، و این رو میگیم اکتیو روتیشن. بنابراین پسیو روتیشن اینی که به اون شیی که گذاشتین و داریم راجع بهش صحبت میکنین دست نزنین، اون ثابت بمونه. در اکتیو روتیشن و دستگاه مختصات بچرخونیم در دفعه اول، در اکتیو روتیشن به مختصات دست نزنین و اون شیء رو که بررسی میکنید اون رو بچرخونید. مثلا من اگر یه قلمی دستم گرفتم، یه برداره، و مؤلفه‌ها رو میخوام بنویسم در این صفحه وای، اگر این رو چرخوندم در یه یاد دیگری دادم، بردار مؤلفه‌های جدید پیدا میکنه دیگه. یا میتونم این کار بکنم، یا معادل این بردار رو دستم ثابت نگه بدارم، این قلم رو دستم ثابت نگه بدارم ولی اتاق رو بچرخونم به خلاف جهت اون چیزی که من چرخیده بودم. این رو میگیم اکتیو و پسیو روتیشن.
میتوان استاد نتیجه دو حالتش یکیه دیگه. بله بله بله، میتوانیم اکس وای را به اندازه تتا در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانیم و چگونگی چرخش مؤلفه‌های قطبش را بررسی کنیم. قطبش بالاخره یه تانسوره، میتونیم بپرسیم که این قطبش هم مؤلفه‌هاش چی شده. اینو میگیم پسیو روتیشن. یا خود تانسور قطبش را به اندازه تتا در خلاف جهت چرخش عقربه‌های ساعت بچرخانیم که اکتیو روتیشن اسمش رو بگذاریم و به مؤلفه‌های آن نگاه بکنیم. در هر حال باید به یک نتیجه برسیم. برای پرهیز از پرنویسی سطح، پرنویسی سطح را و ستون‌های تمام صفر ماتریس را کنار می‌گذاریم و به ماتریس دو در دو بسنده می‌کنیم. بردار ای‌1 رو خیلی صفر داشت، همه اونا رو برداریم و این یک یک، یک دو، دو یک، دو دو، اپسیلون یک یکش هم بیاریم بیرون، یه عدد ثابتی. وقت چیز دوم، پولاریزیشن دوم، قطبش دوم، یک دو ثابت بود، صفر یک یک صفر. حالا میخواین با چرخش کار داشته باشین، ای به علاوه میشه ای یک یک به علاوه آی ای یک دو و همینطور بقیه شون، ای منهاش میشه ای یک یک منهای آی ای دو. چرخش مختصات سبب چرخش تانسورهای قطبش میشود. برای چرخش در صفحه اکس وای به اندازه ی منهای تتا خواهیم داشت این بردا، این تانسور چرخشه در صفحه ایکس وای، کوسینوس تتا کوسینوس تتا، سینوس تتا سینوس تتا. این چرخش فعاله و به اندازه منهای تتا. ای پرایم یک چی میشه؟ چون این تانسوره از راست باید به آر ضرب بکنم، از چپ به ترانسفورمد آر، و اینا رو بنویسین و ببینید برابر خواهد شد با این. بنابراین ای پرایم یکتون برابر خواهد شد با این علاوه این یکی، ای پرایم دو تون با این مقدار. این بند این چرخش به اندازه تتا است. پولاریزیشن یک رو با یک پولاریزیشن یک و پولاریزیشن دو قاطی میکنه این چرخش. همطور پولاریزیشن دو رو یه قسمتش پولاریزیشن دو با کوسینوس نشون داده شده و یه قسمتش پولاریزیشن یکه. خب حالا دیده می شود هر کدام از قطبش‌های خطی یا دایروی پس از 180 درجه چرخش به جای خود برمیگردد. حالا شما تتا را بگیرین 180 درجه پی، این میشه یک، این میشه صفر. پس بنابراین یک اگر 180 درجه به چرخه میشه خودش. ای دو اگر 180 درجه به چرخه این جمله صفره، این میشه خودش. دیده میشه هر کدام از قطبش‌های خطی یا دایروی پس از 180 درجه چرخش به جای خود برمیگردد. یه حرفی بود که قبلا هم گفتم، علتش هم اینی که میدان رانش یه میدان تانسوریه، میدان برداری نیست. الکترومغناطیس یه میدان برداری،
هر برداری رو بعد از 180 درجه به خودش برمیگردونیم. ولی میدان تانسوری رو، تانسور مرتبه دو رو بعد از 180 درجه به خودش برمیگردونیم. حالا یه میدان برداری تانسور سه رو یک کدامتون به من بگین پس از چقدر دوران به خودش برگردونن؟ یه بار دیگه استاد میفرمایید؟ یک بردار تانسوری مرتبه سه پس از چه مقدار چرخش به خودش برگردونم؟ خودم گفتم میشه سه پی دو پی سوم. بارکالله، دو پی سوم. بله بله، دو پی سوم به خودش برمیگرده. این قاعده ای که گفتم برای سپینور 4 پی، برای بردار 2 پی، برای گرانش 1 پی، چرخش چیزار پر از اشنا رو برمیگردن به هم، قاعدمند میتونیم بکنیم. اگر یک میدان داشته باشیم تانسور مرتبه N باشه، چرخش مختصات به اندازه 2 پی تقسیم بر N، اون میدان برمیگرده به خودش. سپینور یه میدان برداری 1/2، یه میدان تانسوری 1/2. 2 پی تقسیم بر 1/2 میشه 4 پی. بردار یه تانسور مرتبه 1، 2 پی تقسیم بر 1 میشه همون 2 پی. گرانش تانسور مرتبه 2، میدان گرانش یعنی همین اجمینو که داریم صحبت میکنیم، یا ایمینو داریم صحبت میکنیم، میدان تانسوری درجه 2ه. پس از چرخش 2 پی تقسیم بر 2 که برابر با پی بشه برمیگرده به خودش. برای تانسور مرتبه 3 هم خانم که بود، برای خانم بود، من بودم استاد. بله. حالا همینا رو دوباره اینجا هم نوشتم. میدانیم ذره های کوانتومی با اسپین 1/2 پس از 2 دور چرخش بردارها پس از 1 دور به خود برمیگردند. حالا میبینیم قطبش موج گرانشی پس از 1/2 دور چرخش به خود برمیگردد. هر گفتمان نظریه میدان ها گفته می شود هلیسیتی، این خاصیت رو با کلمه هلیسیتی گفته میشه. میدان های اسپینی 1/2، هلیسیتی میدان های اسپینی 1/2، میدان های برداری 1 و میدان های تانسوری، میدان های گرانشی 2 است. اگر کوانتوم مکانیک صحبت میکردین حالا با اسپین آشنا هستیم. در گفتمان کوانتومی گفته میشود تکانه زاویه ای ذره با اسپین 1/2 اجباره، فوتون اسپینش 1 اجباره و گراویتون، اگر یه تئوری کوانتومی برای گرانش داشته باشیم و ذره هاش رو گراویتون اگر بگیم، یه ذره ایست که هر کدامش 2 اجبار انگل مومنتوم داره. به طور کلی اگر سیستمی به اندازه 2 پی تقسیم بر N بچرخد و به خود برگردد، گفته می شود هلیسیتی با یا اسپین آن
N هست. ولیسیتیش N و سپینش انگلر مومنتومش NH بار. سوال بکنید. این همه این حرفا نوعه، هر شما ها حتما باید سوال داشته باشین، منتها جرأت نمی کنید. سوال بکنید. بله. موج همراه خودش آشنا هستیم، هر موجی همراه با خودش هم انرژی منتقل میکنه میبره و هم تکانه. بپرسیم که موج گرانشی انرژی و تکانش چقدر. قبلا این رو بررسی کردیم، اقلا در خود فضای خمیده هم انرژی داره هم تکانی داره. اینا رو به این صورت بررسی کردیم که فکر میکنم نه درسته. اگر یادتون باشه، نمیدونم برگردم عقب یا نه، یه صفحه دیگه برگردم. این فرمولا رو دارم میگم. فضای خمیده خودش انرژی داره و تکانه داره. متریک رو نوشتیم متریک جیمینو رو نوشتیم، اتامینو بلاوه اجمینو، اجمینو هم کوچک باشه، آرمینو رو در تقریب اول اج و در تقریب دوم اینطوری نوشتیم، وقتی آر یک دو برابر بود با این، آر دو دو برابر بود، آر دو برابر بود با یکی اون وقت. بعد جیمینو رو الان با اینا حساب بکنیم، برای آر یک معادل موج این میشه، برای آر دو معادل موج این میشه. اون وقت یه کار دیگر هم کردیم. اون کار دیگر چی بود؟ کیمی و نور رو نوشتیم. نه، این معادل موجه. خود آر مینور شده دوتا، آرمینیو یک، منهای یک دوم آرمینیو دو، مساوی تیمینو بلا تیمینو کوچیک. تیمینو کوچیک آر دوه، کشیدیم به این طرف اینا رو. حالا اگر این تیمینو انرژی تکانه است، این تیمینو کوچیک هم باید انرژی تکانه باشه و اون عبارت از اینه: بر حسب آر دو داده شده، اینم باید دو باشه در اینجا، بر حسب نه آر دو داده بشه، آر یک درست. بله. اون وقت حالا همینا رو ما که برای موج گرانشی میدونیم فضا چطور پریشیده شده، همه آر یک و آر دو این چیزا رو میتونیم حساب بکنیم. از خودمون بپرسیم که تیمینو چقدر؟ این تیمینو از اونجا آمده به اینجا، یک دوم ای ای کی ایج مینو، ایج مینو ای کی میو، ای کی میو فلان. این انرژی و تکانش، بیشتر از این بحث نکردیم در اینجا. قرار مؤلفه صفر صفر این انرژیه که میتونید بشینین حساب بکنید و
تعادل بگذاریم و خب این موج تخت بود. ما بحث نکردیم که چگونه این موج تخت رو ایجاد بکنیم، فقط گفتیم یه جای ایجاد شده، ما از دور تماشا میکنیم، موج میاد به ما میرسه و این خصوصیات رو داره. لا بحث بعدی اینه که خیلی خوب این موج گرانشی چگونه تولید میشه. رو الان بحث نمی کنم، میگذارم برای صفحه آینده روز سه‌شنبه و ببینیم که چطور موج گرانشی درست بکنیم. این سوال نظیر اینه که صدا و سیما مثلا چگونه برنامه میسازه و پخش میکنه، بالاخره موج الکترومغناطیس پخش میکنه، آنتنهاش چجوری هستن، چه مشخصاتی دارن تا اینکه بتونه موج الکترومغناطیس پخش بکنه. حالا صحبت ما بعدی در این تولید موج گرانش این خواهد بود که اون آنتنهایی که موج گرانشی تولید میکنن جوری هستن و کجاها هستن. بگذاریم برای یه دفعه دیگه. یه چند دقیقه وقت داریم، میتونید سوال بکنید. سوال بکنید. مسائل این فصل، این الان فصل هشتمه، مسائل فصل هشتم رو تا آخر با مسائل فصل هفتم، البته تا روز یک شنبه آینده به من تحویل خواهید داد. ببخشید فقط خواستم بگم سه شنبه تعطیله همین هفته. شنبه این هفته تعطیله؟ چرا؟ سه شنبه ولادت امام علی. علی دومون جوانه؟ یه لحظه یه لحظه نه، ولادت از علی سوم شعبان نبود، سیزدهم شعبان، 26 بهمن، سیزده رجب. ولادت حضرت علی سیزده رجب. بله پس 13 رجب میشه. بله درسته، الان تقویم نگاه کردم 13 رجب و همین سه شنبه میشه. همین سه شنبه میشه. درس بگیریم یا نگیریم؟ من میترسم این کتاب رو تا 15 اسفند تمام نکنم. من فکر کنم موردی نباشه اگه کلاس باشه، من خودم مشکلی ندارم. خانم بازرگان هستین؟ بله آقای دکتر. یه رأی بگیر از این افراد. یه چشم میتونی رأی بگیرین دیگه؟ نه بله آقای دکتر الان میگیرم. یه رأی بگیرین. بله ها یا نه خواهید داد، ببینم که چند نفرتون ها میگین. اونایی که موافقن یه کلیک بکنن، اونایی که نه برو، هیچ چیز هم نخواهد فهمید که کدوم رای محرمان است. یک بکنی خانم بازرگان بتونه رای اعلان کنه. تموم شد خانم بازرگان؟ بله آقای دکتر تموم شد. چند نفر گفتن؟ پنج نفر گفتن بله. دو نفرم من و شما بودیم که بله دیگه رای ندادیم. بسیار خوب، پس به اتفاق آرا تصویب کردین که روز سه‌شنبه درس رو داشته باشیم. بسیار خوب. اجازه هست من یه چیزی بگم؟ بله.
شما گفتید که قرار کتاب رو تصحیح کنید. من توی فصل 7 موقع حل کردن تمرین ها به چند تا اشتباه چاپی رسیدم که سر کلاس هم بهشون اشاره نکرده بودیم. گفتم اونها رو بگم که اگه نیاز شما چک کنید و حتما اگر ایرادی در کتاب من پیدا کردین اونا رو به من بنویسین، یه ایمیل بکنین به من و البته هم به خانم بازرگان بردومون. باشه. من خیلی ممنون میشم. بله هر کدامتون هر ایراد پیدا کردین به من و خانم بازرگان اطلاع بدین. مرسی. دیگه استاد یه لحظه بی زحمت معادله 872 رو میارین صفحه 136. شماره 872. بله 872. اون خدمت شما فرمودی که اون سی دات همون کامبریک کانجیویت هستش، یعنی خدمت شما ارز کنم که مزوج مختلط همین عبارت ایمیونیو دیگه، اکسپوننشیل آی که آره دیگه. ببینید همین رو این آی رو بگذاریم این آی و سلام تمام شد دیگه. پس همون عبارت رو مزوج مختلط همون عبارت رو اضافه میکنیم. بله درست. ممنون. خب هر کسی میخواد بره من هستم 5 دقیقه. خدا حافظتون. منم رفتم.